نغمه دلکشتر از آوای گل پا گر شنیدی، بیگمان آن نغمه را از عالم بالا شنیدی. مهربان یاران گرامی، از شما دعوت می شود تا به پیام نوروزی استاد گلپا که از تهران فرستاده شده است گوش بفرمایید. چه می پرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم، که مهر خاموشی بر لب ز بیم آبرو دارم. سال نو به برادر عزیزم استاد سیاوش اوستا مبارک. آرزوی سلامتی برای خانواده عزیزتان دارم. آریا را ببوسید، سمیرای نازنین را سلام برسانید، دختر گلم شیوا را ببوسید، سارای عزیز، علی آقای مهربان را سلام برسانید. گلپا از تو که بر ما جفا رود. در خرابات مغان نور خدا میبینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم دادم آنید. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. با درود بسیار، من فرامرز اصلانی هستم و خرسندم که میتوانم در آستانه سال نوین پیام نوروزی خود را برای شنوندگان این رادیو بگذارم. آرزو می کنم سالی که در پیش است سال آزادی برای سرزمینم باشد و لبخند دوباره به لبهای مردم سرزمینم بازگردد و لکه های سیاهی که 40 و چند سال است آسمان فیروز رنگش را پوشیده اند از میان بروند و باز خورشید مهر بر سرزمینم بتابد. با این آرزو و آرزوی تندرستی برای همه شما، زن زندگی آزادی، Woman Life Freedom، زن زندگی آزادی. آیا خالد ابن ولید را میشناسید؟ تازی که به فرمان او در یک شبانه روز 70,000 ایرانی گردن زده شدند. خالد ابن ولید فرمانده سپاه عرب در جنگ با ایرانیان قسم خورد که اگر شهر را فتح کنم جوی خون راه میاندازم و با این خون گندم آسیاب میکنم و از آن آسیاب نان میپزم. 20,000 ایرانی را در یک روز سر بریدند تا جوی خون راه بیفتد، ولی خون جاری نمیشد. یکی از یاران خالد به او گفت همه جهانیان را نیز گردن بزنی خون جاری نخواهد شد، پس بهتر از خون آنان را با آب درآمیزی. پس خالد دستور داد که اسیران را بیاورند و در رود گردن بزنند. سه شبانه روز لشکر 80,000 نفری تازیان با آسیابی که از خون ایرانیان تهیه شده بود نان می‌خوردند و حالا ما آنها را می‌پرستیم و اسطوره‌های با غیرت کشور خود را فراموش کرده ایم. منبع تاریخ طبری جلد 4، آنقدر اشتراک گذاری کنید تا همه از ملائکه بر سر ایرانیان آمده است آگاه شوند. ما که همچون سعد سلمان با گناه شاعری در چاه و زندان هم کنند، چون هلالی
چون هلالی شعر در لب سنگ بارانم کنند. گر بمیرم همچه فردوسی مرا در مزار خلق نگذارند، لک شعر در حلقم بمیرم، شاعری خلقم بمیرم. از ازل شعر نبود، شعر را حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعری پیغمبر و پیغمبری شاعر بود. شعر او شعله آتش، شعر او شعله آتش، آتشش شعله شعر. سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست. جلد شاهنامه با قرآن عرب بنگر، سال هزار است که در پیکار است. جلد شاهنامه با قرآن عرب بینگر، سال هزار است که در پیکار است. عرصه جنگ و مبارزه او عرصه جنگ بزرگ وطنی. هرچی او از مال دنیا داشت داد. خیته بلخ و بخارا داشت داد. سونت والای و دیوان داشت داد. تخت سامان داشت داد. دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت. دشمن بسونتش دیوان مولانا گرفت. دشمن سنت فروشش سنت بهزاد برد. دشمن بخانهش در خانه او جا گرفت. قامت کوتاه منقید از منار کله اهل خراسان شد بلند. پستی صحرای قیپچاق از بلندی بدخشان شد بلند. از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از جام سفید هر جام دمه پوشم، از جام سفید آنم، هر جام دمه پوشم، هم ساری عوض ساریم، هم آتشی زردوشم، هم ساری عوض ساریم، هم آتشی زردوشتم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشته دمه کشتم، ما آتشی زردوشتیم، ما کشته دمه کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هموطنی اویم، او هموطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم. بر این دراهی دوست آوه
خیال صاف بر ما نظر کن تا رهیم زین گمراهی سوال صاف دستم بگیر و پایم کن براهی سوال صاف یلا بکن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درو نگو شهر بگو سرو نگو شب بگو سپاس ولی مقصد دست و پای عید را از خون رنگین کردند، فتنه افراطیت را چون تبرزین کردند، تلخی سوگ عزیزان کام دل را پر کند، تا دهان تیغ خون آلوده شیرین کرده اند. نقل و شیرینی مچین بر سفره عید وطن، سفره ها از خون دل ها، سفره ها از خون دل ها تا که آذین کرده اند. عیدگاه کودکان بردار بین، مادران را در عزا بنشانده غمگین کردند. واژه عشق و محبت در قرآنشان نیست، دفتر خون و ستم را پر ز مرگ و نفرین کرده اند. حرف وحدت کی برآید از دل این خرخران، چون که مردم را به هم جنگی و بدبین کرده اند. مهرگان و عید نوروز تو را ماتم کنند، جشن شادی را پر از توهین تازی کردند، جنگ و خون و وحشت و افراطیت را در عمل جایگزین حلم و صلح و مهر و برزین کردند. نغمه سیحون و جیحون و فرات و نیل را بی ترنم در سراب عقده و کین کردند، جهل و وحشت تا تمدن را به خاک و خون کشید، خشم خونین را امیر نظم دیرین کردند، از زبان آن خدای خفتشان بس دروغ بس دروغ بس دروغ ها گفتن. بارها این تلخ آزمون را با ما خلان و ابلهان و پرچه میخواهد دلت تو بگو بارها کردن. اهل فرهنگ و تمدن جز به مهر آریا کی به پیش زورگویان عجز و تمکین کردند، کی مأمن مهر خراسانی بود، مأمن مهر خراسانی بود. خراسان خورستان مثل خوزستان خورشید برمیدمد، اوریان هست، شرق هست، مأمن مهر خراسانی بود ایران ما، گرچه حسن پاک او را تار و چرکین کردند. Oh,
بچه های ما پیروز شدن، دختران آریایی ما توی ایران پیروز شدن. روز به روز این پیروزی پیش میره و دشمن پس میره. از هر موضعی که عقب نشینی میکنه و پس میره به نفع ماست. چون این موسیقی رو دیدید تو ایران انجام شده، زنام دارن براتون میخونن. تحمیل میکنه خودشو هرمزان، اگر خنجر نمیتونه بزنه گلوی خلیفه تازی رو، اگر بهمن جادویه نمیتونه بره بر نماز فرق خلیفه چهارم رو بشکافه، با متدهای آریایی پیش میرن. بچه ها تا حالا موفق بودن و پیروز. برای همین این نوروز، این نوروز سال 7762 پیروزی است، نوروز پیروزی است. 100% نشدیم، 100% پیروز شدیم. خیلیه، خیلی این پیروزی. و همین رو بایستی پیش رفت، بایستی شکست سنت های تازی رو، بایستی کاری کنید که تازی در ایران خودش خجالت بکشه، خودش خجالت بکشه.
خجسته باد نوروز امسال پیروزتر از پارساله. پارسال سال پیروزی بود. رویدادها زیاد، مسائل زیاد. امروز چون نوروزه و جشن نوروزه، ما جز به شادی نمیخوایم بکشیم. اما من خیلی دلم گرفت از یک موردی که دیدم، دلم میخواد همین اول برنامه اون رو روشنش کنم. این رئیسی با وزیر ارشادش مهمونی میده با هنرمندان، حدود 1000 نفر هم دعوت میکنه. همم اونجا نال شما میبینیم. آقا توی همه اینا این نامردای ناکس نالوچی که این روزا زیاد از این کارا میکنن، قیچی میکنن، از 10 دقیقه حرف، نیم ساعت حرف، 5 دقیقه حرف، 2 ثانیه رو میذارن چون نمیدونی چی شد. ببینید افرادی مثل استاد گلپا، مثل تمام خواننده های زمان پادشاه، غیر از 1-2 نفر آدم هایی که با اینا کار میکردن، 5 نفری که کار میکردن و همکار اینا بودن، چپ بودن، مارکسیست بودن، چون این حکومت مارکسیستی کمونیستی است، آخوندین اونجور که آخوند مارکسیستی کمونیست اصلا اول فدای خلق و اون یک جنای اکثریتش، حزب توده و اینا همه توی رژیم دارن کار میکنن، ماویستا و اینا همه یه حزب چپه. خب اونایی که چپ مپ بودن شما با رژیم کار کردن، ولی یک سری دیگه نتونستن، اومدن بیرون فرار کردن. از خانم جمیلش بگیر تا استاد گلپا بگیر تا همین عباس قادری، 45 سال نذاشتن بخونه. حالا این میره جلو رئیسی، بنده خدا خوب گوش کنید اینا، نزنیدم برای این، 1000 بار گفتم بازم میگم، اینا که شما برای هم میفرستید اینا همه ما رو وزارت اطلاعاته. کارای منو باید بفرستید، سیاوش اوستا رو بفرستید، کارای کسایی که مطمئنید وزارت اطلاعاتی نیست، نه که تا یه چیزی بیاد عجب جالبه عباس قادری چی داره دستمال گرفته برای رو برامی میفرستید، بعد وقت عمله مفت شدید، همونطور که پای اعدام حلاج وایسادید دست زدید، شما دست زدید، همونطور که بابک خرمدین رو که قطعه قطعه کردن شما بودین وایسادین، در یکی تون اعتراض نکرد شما بودین، همونطور که تا دیروز رهنورد رو که اعدام میکردن کابوسی فرها رو اعدام میکردن اونجا وایسادین نگاه کردین، یک نفر الان هم که پیکار میفرستید این توی تا احزاد اطلاعات میفرستید، بعد وقت همه تون تعارف ندارم بایتون، مگه نونم به شما بنده که بخوام تعارف کنم؟ تعارف نمی کنم، مملکتم فقط دوست دارم، میهنم رو دوست دارم، مردمش رو دوست دارم، مردم پاکش رو و خانواده این که بچه هاشون از دست دادن من دوست دارم، شما هپلو هپ و همه تون ندارم. خب صدها هزار نفر، شاید ده ها هزار نفر این توییت رو زدید، نوروزه، دارم مسئله مهمی میگم، بدبخت نشینید تا یه چیزی اومد بفرستید، از خودتون چیز بسازید، خودتون روزی 1 دقیقه حرف بزنید، هر زری میخوای بزنید بزنید، نصیحت بکنید، فلان بکنید، فیلسوف بشید، اینا رو نفرستید. عباس قادری تفلک 45 سال بدبختی کشیده، من میدونم عباس چه ناراحتی هایی، چه درگیری هایی، مشکلات مالی کشید، مثل بهمن مفید، مثل مرتضی عقیلی، مثل حبیب، مثل جهان خواننده عزیز من، مثل احمد آزاد، اینها خیلی بدبختی و بیچارگی کشیدن. اگر اومدن ایران به عشق این اومدن که شاید بتونن اونجا بهتر زندگی کنن، وگرنه این غرب اینقدر بدبخت گاه هست، بیچارگاه هست، سوی بگوین همه تو نعمتم که حتی فرخزاد عزیزم روانش شد که این هرمزاده اومدن کشتنش دیگه، بارش کردن، این دکتر گنجی خوب خبر داره چه باش کار میکرد. فرخزاد عزیزم از لس آنجلس اومد پاریس، اون سالا نشست گفت من ذله شدم، همه جا نامردی، همه جا خیانت، من مادرم هم مریضه، من خب برم مادرم رو ببینم، خدا روان پورانش هم خواهرش رو شاد کنه، پوران هم رفت، مهرورز من بود، مشتری این برنامه، حالا گفت من خب برم ایران، رو گفتم نریم، ما فرخزاد میگیرن، گفتم بینا اعتماد نکن، حالا بگذاریم که رفیقای خود من قفار حسینی رفت کشتنش، مجید شریف رفیقای من بودن اینا، بهشون هم گفتم لرین کشتن. آقای سیرجانی عزیزم
بهش گفتم عزیز به اینا اعتماد نکن، نه رو. گفت اما من یک ماموری از بابا صحبت میکنه. گفتم نه رو عزیزم، همین رو کشتم. فریدون هم از بس بچه اینجا در مزیقه بودن دیگه، برحال حالا یه سری بچه در مزیقه زندگی ندارن، کار ندارن، نمیتونن فلان. خب رفت تو ایران، آقا میاد جلو سه قادری عزیز، بهش میگه آقا من 45 سال آرزوی این لحظه رو داشتم که تو رو ببینمت، یعنی مسئول اول حالا یا دوم مملکت ببینم. همین رو میذارن، بقیهش که بعدش چی گفت؟ اینو برای من گذاشتن، نوارش رو گذاشتن، قرار باشه بس برام بفرستن. و درستم میگه، صدای خود عباس قادری عزیزمه، میگه آقا من 45 سال منتظرم بهت بگم که آقا به ما چرا کار نمیدین؟ ما مملکتمون رو دوست داریم، ما ایران رو دوست داریم، ما خارج رو ول کردیم اومدیم اینجا تو مملکت خودمون کار کنیم، ولی 45 سالی که ما رو ممنوع کردن، بازم یک جا عروسی چیزی که میذارن ما میریم، میریزن پاسدار رو میگیرن ما رو. خب شما این حرفاشو پخش نمیکنید، بعد تمام یک دو ثانیه رو پخش میکنید که او رو خراب کنید، بعد تمامی افراد همی مشهورن، چرا به اینا بند نمیکنید که میلیاردرن تو ایران؟ این سینماگران همینه که دارن حرف بزنن، اینا میلیاردرن، به اونا بند نمیکنید. فقط عباس قادری که برای نون شبش محتاج کار میکنه و میاد میگه آقا 45 سال ما رو تحریم کردن، اجازه کار نمیدن، ما اونا ملت بدبختی هستیم. ملت نقشش خوب بازی میکنه، خدا رو شکر این دولت الان. آره اومدیم که بگیم نقش تو بازی کن، بگیم ما پای کاریم تو هم باش. آقای رئیس جمهور خیلی محبت کرده ها، اینو به شما بگم. تقریبا میتونم بگم آره مثبت، مخصوصا امسال بعد از جشنواره فجر. امیدواریم که بهتر بشه بعد. میگیم که ایشالا عمل بشه. امیدم داریم. آره من واقعا با آقای رئیسی امیدوارم، اینو جدی میگم، از صمیم قلب میگم، به هیچ عنوانم کاری به کسی ندارم، من میبینم داره کار میکنه. چه هنری داره این دولت؟ هنر مردم داره. به نظر شما دولت شجاعی داریم یا نه؟ به نظر شما محترم، شما هنرمندی؟ آره داریم. داریم. ولی واقعا اینو میگم، فکر امسال پنجمین فیلم سینمایی من بود، همم دفاع مقدس. بیکار بودید ده. چند سال بیکار بودید؟ 10 سال. خوشحالم که ایشون علاقه نشون دادن به یک چنین شبهایی، به موسیقی و به موسیقی اصیل. اگه قرار بود الان به آقای رئیس جمهور یه نقشی رو بدی، چه نقشی رو میدادی؟ نقش خودشونو میدادم. نقش خودشونو خوب بازی میکنه. نقشی رو داره بازی میکنه، خیلی خوبه. نقشش خوب بازی میکنه. آره. آقا این دولت هنری هم داره؟ قطعا وقتی هنرمندها رو جمع کرده دور هم دیگه هنرمند دیگه. جلسه رو چطور دیدین؟ خیلی خوب، الحمدلله. برنامه خوبی بود، صحبت‌ها خیلی خوبی شد. 45 سال آرزوی همین لحظه داشتم. صفحاتون رو بچینین هفت سین و یادتونم نره. شراب ما رو سرکه کردم. شراب رو بذارید. ما شرابی که گذاشتم دو تا شین داره. چون هم شرابه هم شراب شیرازه. شیراز خمرهاشون توی آینوستا نوشتم، کشف کردن. قبل انقلاب نیویورک تایمز نوشت که 7000 سال پیش ما شراب می‌ساختیم. شیرینی شکلات شیره، اون لیوان دیگه شربته و شمشیره. می‌بینین شمشیرو یا نمی‌بینید؟ شمشیر رو میبینید یا نه؟ اینم از همین کارهای عباس قادری رو که بیچاره اذیت کردن. یک جده آدم های بیسواد که اصلا سواد نداره بنویسه. حالا برای ما افلاطون هم شده میخواد ما درس داد. آقا این پرچم شیر و خورشید، این شمشیر چیه گذاشتیم؟ باید وردارین شمشیر شده. بعد بخت تو ایران اگه 7700 سال که سهله، هزاران سال مونده به خاطر شمشیرشه، به خاطر اقتدارشه، به خاطر قدرتشه. قدرت یعنی شمشیر. امروز حالا چیز دیگه است، نشانه قدرت دادن دست شیر، یعنی ملت ایران شیره و این شیر همیشه شمشیر به دسته. گول حرفا اینا رو نخورید. ارو بی سواد چیه؟ خواندن نوشتن بلد نیستن، یک دونه کتاب نخوندن. بعضی وقتا بعضی جایی که من میرفتم صحبت میکردم، الان که بیرون پا میشد اظهار فضل میکرد، میگفتم سپاسگزارم از شما، شما فرزند من هستید، خیلی سپاسگزارم، قربان تو برم. پیش از اینکه پاسخ بدم پرسش تو عزیز رو، میشه ازت خواهش کنم
اسم 5 تا کتابی رو که تازگی ها خوندی به من بگی. تازگی ها گو بله نه آقا خوندم، کتاب خوندم. گفتم ما برو آقا همین کتاب شما رو که خوابیده بودم تو خواب اینو خوندم. گفتم چی؟ گو همین خوابیده بودم تو خواب. بعد یکی بغلش گفت نه میترایی محمدی، آیین میترایی محمدی. گفتم ها اسم کتابای من، مگه نمیگم کتاب خودم من بگوی تازه که بعد بق میگم اسم پنج کتابی که خوانده بود. کتاب نمیخونید که نخوندید که وقت اظهار فضل نمیکنه. آقا شمشیر چه ای وسط گذاشتی؟ یا مثلا پرویز صیاد یک کتابی داره به نام خر، خر و همه جام رفت پاریس مهمان من بود اون سالا، من خیلی تقویتش کردم همه کاراشو توی اروپا از بچه هم خواستم اومدم آوردیم شدم تقویتش کرد راستم اول. برنامهش تموم شد که نمایش خرش بعد کتابشو میفروخت در اونجا، خودش میفروخته که میفروخت. بعد میادم داده این امضا میکرد یارو یکی خریده بود اونجا که تو دستش بود گفت آقای صیاد میسود برای ما هم یه امضایی بکنید. بعد هم گرفت امضاش میخواستیم گفت آقای صیاد این نویسندش کیه؟ صیاد یک نگاهی به یارو کرد گفت مردک آمده. ببخشید این معذرت ما این باید بگیم با تعارف نداریم که تعارف عیده، عید عزیزان من، عید زرتشت گفته راستگو باش و راستی را بگو و درستی را بگو. من یادم بعضی وقتا خیلی یار بزار احترام میذاشتم و میذارم آقا یارو تملق میکنه. گفتم خب از اونجا تا تعبیرت نمیگیرم تا احترامت میذاریم مرد حسابی. حالا صیاد یک نگاهی به این کرد و بعد امضا که کرد نوشت پرویز صیاد نویسنده خر داد بهش. منم باید سلوان دیدن میشه خر میدونست الان سینما میشه. یارو گرفت خون آقای صیاد ببخشین چرا توهین میکنین به خودتون؟ چرا به خودتون توهین میکنین؟ آخه شما خر نیستین. گول نخورید، عباس قادریار خراب نکنید، بدبخت ها هر توییت میاد نفرستید. شما در سال 7762 یا آریای میترایی هستید، نه دینیست، نه مذهبیست، نه شاهیست، نه جمهوری. تمدن ایران آریایی است، تمدن بشریت ساخته شده از اینجا، ساخته شده از زاویش میترا. میترا میاد 365 روز سال میآفرینه، 12 ماه سال میآفرینه، 7 روز هفته رو میآفرینه، 30 روز ماه رو میآفرینه و یک فرهنگ و تمدن بزرگ بشری رو به ارمغان میذاره، تشکیلات رو میسازه. تشکیلاتی میسازه 33 نفر میگه گروه گروه بشین، 7 تا رده داشته باشید، 7 تا رده میگه داشته باشید، شروع کنید از صفر، درجه بدید بیان بالا، بعد آخرش میشه پارسی، آخرش میشه پیر، آخرش میشه متر، میترا، میترا همیش، میترا همیشه، میترا. اینا میترا رو گرفتن و متر گرفتن، میگه متره، متر میگن، استاد میگن، به وکیلم میگن متر، با اون متر فرق میکنه. به تمدن و فرهنگ شما جهان مینازه، شما هم بنازید. نوروز رو مدتی است که سازمان ملل یونسکو به عنوان جشن جهان به رسمیت شناخته. شما در همه جا با افتخار تاریخ 7000 ساله جشن میگیرید. باز از همون تیپای عباس قادری خراب آقا ما 1403 هستیم دیگه، خبر علی که نمیشه بگو خبر مر اون تاریخ تازش بابا بزرگ تو سرزمین من به من ربطی نداره. سیدهای خوب زیاد داریم، سیدهایی که ایرانی میاندیشن، جونشون برای ایران دادن میدن. بارها گفتم میره هر هفته هم بگیم کم گفتیم، شما بیشتر بگید. نگاهی که حرفایی که جیزه سن نمیذارن بگی. آریایی و ایرانی بودن یعنی همین ایرانی. این حرفو من 40 خورده سال دارم میگم که آریایی ایرانی یکی ایم. آقا باید نجات پرستی چی دیگه؟ آقا حتی آدم آقا یارو خارجی داره میگه، خارجی میگه که آریای نم و ایران هم که سیاوش اوستا گفته برای اول بار تو تاریخ تو آیین اوستا نوشتیم که آقا آریای ایران ایلم
The original name of Iran was Iran. Iran was the Persian word for Aryan. They were the Aryans. The Greeks believed that Perseus, the son of Zeus, married Cassiopeia. تو همین فرانسه زبان فرانسه رو پاریس که صحبت میکنی میری شمال با نورماندی فرق میکنه، میری جنوب با مارسی فرق میکنه، لهجه دارن. کانادا که میریم توی کبک، مونترال، وقتی فرانسوی صحبت میکنن با فرانسوی های دیگه فرق میکنه. گوادلوپ میریم، مارتینیک میریم، همین زبان عربی. از عربی اصلش از شبه جزیره عربی عربستان برخواسته. هر جا شما میرید یه جور صحبت میکنن، عربی هم همه حرف میزن، یعنی یه جور. از همه زیباتر سخن گفتن زبان عربی لبنانی. انا بحب لبنان و لبنانی، یعنی بحکی کویس، جید جدا. یعنی لهجه لبنانی شیرین ترین لهجه زبان عربی است، با موزیک حرف میزنه. اونا میگه شوبتک، اصلا شوبتک عربی نیست، ساختن عربی رو لبنانی ها و سوری ها، یه کمی هم فلسطینی ها، این سه تا، ولی از همه قشنگتر لبنانی. حالا الجزایری ها، مراکشی ها وقتی حرف میزنن خودشان از این شهر به اون شهر که برن نمیفهمن، بدبختار بزرگ شمشیر را که عرب کردن. ها حالا عربستان سعودی و خلیج همیشگی فارسی اینا که فهم کنی نباشد. خب این لهجه است عوض میشه. ایلام ما وقتی رفته زیر خاک نمیدونیم چرا یک تمدن بزرگی بوده که همه دیگه گفتیم و نوشتیم و موسیقی داشتیم از 7000 سال پیش. موسیقی تکی نه، گروهی داشتیم، گذاشتیم اکثر. خب این هنر ایرانی است که تونسته بمونه. ایران آریا بشه، چه بشه، اقوام زیادی داشته. مثلا ما زبانی میگیم پارسی، این زبان پارسی، پارس، پرشن، پرس، یکی از قبایل چندگانه سرزمین آریایی بوده، مثل زبان دری با پارسی تقریبا یکیه. پهلوی، سانسکریت اصلش بوده، اوستایی نشون زبون هست. حالا تو ایرانی را یه رو هم بگی ملت اوستا، اشکال نداره، ملت پرس اشکال نداره. مش که الان محمود خان افغان با نادرشاه درگیر، من بعد میرم منطقه میگیرم اسمش میشه افغانستان. خود افغانی عزیزم قربونشون برم، من این افغانی ها چقدر دوست دارم. خودشون میگن ما آریایی هستیم. من آریایی ام از نسل آفتاب، از شهر ما. جز به شادی نباید بکوشیم و هرچی هست باید از شادی و عشق و مهر باشه. فقط آخوندا بهت یک چیزی بگم، خوب گوش کنن، هی دارین عقب نشینی میکنن، اینم یاد تا نره که دست روی بچه های ما دراز کنن. این دفعه به چه های ما از دختر و پسر چکواندو، کاراته، کونگ فو، جودو، کشتی کرد، جیمناستیک. مثل بهمن جادویه که زد خلیفه رو کشت، خلیفه چهارم رو کشت، ابن لگام، پور لگام زد خلیفه رو کشت، بهش میگفتن بهمن جادویه. خیلی جالبه، صد بار گفتم این جادویه رو. یک تاریخ نگاری اومده به نام جادویه توی پیشوایان برتری که نوشته و ترجمه شده به فارسی، این اومده بهمن جادویه رو میخواسته بنویسه، جادویه نمیشه از
زیه عجیه، بعد اینا فکران جازیه بوده، جازیه معنی نداره. این یک روزنامه آقای منشی آقای فولادوند هم که یک مقاله من نوشته بودم اون موقع مطرح کرده، من اشتباه کرده، حالا میگم بهمن جازویه. جازویه چیه؟ باز آدم بشید بابا قربونتون برم، هر چیز خوب سواد وقتی نیست تو جازویه نیست، بهمن جادویه. حالا چرا بهش گفتن جادویه؟ چرا به بچه های حسن صباح میگفتن عقاب های جنگجو؟ اینها از این کوه میپردن رو کوه. الان شما رو اینستاگرام برید نگاه کنید، این مد شده که بچه ها از این سر ساختمون 20 طبقه میپره اون ور ساختمون. ما که بچه بودیم این کارو میکردیم، ولی از این پشت بوم به خانه عذر خانم میپریدیم تو پشت بوم خانه غلامرضا خان، 3 متر فاصلش بود، میپریدیم جون شما از جوان میپریدیم، ولی الان نمیتونیم بپریم. حالا بچه‌ای هستن فراوون، شما این فیلم ها رو ببینید، یه نمیخوام بتونید شما این میپره از اون بالا دیوار راست میره بالا، بعد میاد پایین، یه کارایی میکنن اعجاب انگیز. اون موقع سپاهیان ایران، جنگجویان ایران عقابوار میجنگیدن. جهانبانه نمیبینید عقاب آسمان ها بود، عقابوار. بعد اینا میترسیدن، یک فیلم هم ساختن از حسن صباح رو توش نشون میدادن که این سیاه پوکن، این آمریکایی ساخته بودن و اینا از این ور کوه از اون ور، یهو جلو چشش غیب میشه از زیر پاش میره. اینا فرضی و مهارت سربازان آریایی بود، خودش قصه ای داره نوروزه. ولی بهمن جادویه وقتی با عرب داره میجنگه در جنگ قادسیه، خودش جوونه، پدرش کشته میشه، این باز جوونه میجنگه میزنه، این بهش گفتن بهمن جادویه چون جادوگرانه میجنگید. پور لگام. خب شما پور لگام اینا بچه ها داشتید، حالا میخوام بهتون بگم این بچه های امروز من، فرزندان نازنین من، سرزمین آریایی، اینا رفتن تو خط جنگاور حسن صباحی شدن، بهمن جادوی شدن، ورزش میکنن. ببین اینجوری 20 تا شما رو، هر 30 تا شما، هفتی رو تفنگ و مسلسل هم دست باشه، میان تو صحنه ترتیبتون رو میدن. خودتونه به زحمت نندازید، همینجور عقب 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 نشینی بکنید و بعد برید عراق. عراق دیگه سرزمین شماست که خونتونم عراقی، دمتونم عراقی، دم یا خون یکیه. برید عراق زندگی کنید، برید حالا کویت خواستید برید، راتون ندادن برید یمن، سرزمین دارین دیگه، ول کنین آریا رو، سرزمین آریا رو بچه های ما از شما میگیرن. به زودی ایران، گفتم برید پاسپورت بگیرید، آماده باشید و برید، برید و رزم و بزم و نبرد و خرد و خردورزی. اصلا هم گول این عزیزم، امروز 24 اسفند زاد، روز رضاشاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین، و از طرف خودم و همه میان پرستان داخل خارج به پیشگاه اولی حضرت فرای پهلوی مادر مهربان ایران و اعلی حضرت رضاشاه دوم و خانواده ایرانساز پهلوی شاد باش میگم و برای همه ایرانیان داخل درود میفرستم که با اومدن در خیابون ها گفتن رضاشاه روح شاد، رضاشاه روح شاد. من سرباز افتخار میکنم که سالیان دراز سادوز شاهنشاه رضاشاه بزرگ رو در کنار من، در کنار پادشاه عزیزم شاهنشاه یامه برگزار میکنم. ببینید بچه ها، قبلا هم گفتم بازم میگم، الان صفحات و پیج های زیادی تشکیل شده که اینها نیرو میذارن، صدای خوب، تصویرهای خیلی خوب، تاریخ ایران رو براتون میگن در یه دقیقه، دو دقیقه، یک شمه یا تاریخ ایران رو براتون میگن. اینا رو شما گوش کنید، اینا رو پخش کنید، نه این عباس قادری ها رو خراب کنید. عباس قادری بزرگ شاه پارسی، بنیانگذار منشور حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان،
دو آریو برزن سردار هخامنشی، کسی که تپای جان در برابر سپاه اسکندر ایستادگی کرد. سه سورنا سردار نامدار ایرانی، کسی که با یاران اندک خود لشکر عظیم رومیان رو به زانو در آورد. چهار یعقوب لیث صفاری، کسی که اگر نبود ما همه عرب زبان بودیم. پنج نادر شاه بزرگ، آخرین فاتح مشرق زمین فاتح هند. شش لطفعلی خان زند، شاهی که اگر زنده میمان تاریخ ننگین قاجار شاید هیچگاه اتفاق نمی افتاد. هفت رضا شاه پهلوی، پدر ایران نوین، کسی که از ویرانه قاجار آبادانی ساخت. هشت جنرال نادر جهانبانی، کسی که اگر زنده میمان شاید صدام هیچگاه جرأت حمله به ایران را به خود نمیداد. نه محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، شاهی که نکشت. از این کارا زیاد درست کردن میکنن بچه ها. هر روز چیز جدید میاد. خلاقیت، آفرینندگی، اینها رو شما پخش کنید و ای میگن سلام علیکم، صبح شما بخیر. بعد وقتی اینا همه کار وزارت اطلاعات، ما یک عمر درود رو جانشین سلام کردیم. نه گروه بالگرد هلیکوپتر شهران خون گروه رو نگو سلام، بگو درود، نگو شهر، بگو درود استاد دوستا و غیره. وقت میخوان اینا رو ماسمالی کنن، شما بیچاره ها رو کاری کردن. صبح به صبح که میشه اینا یک عالمه چیز آمده ایور چپراست، صبح شما بخیر، صبح شما به صحت و عافیت. بعد با ایرانی حرف بزن، ایرانی حرف بزن، پارسی شکر است. تقویت و پشتیبانی کنید بچه ها رو، بچه های ایران آریایی رو، چون این بچه ها از جان خودشون نیرو گذاشتن، عبور کردن از خریت پدر مادراشون، از تقدس و قداست آفرینی برای صحراگردان تازی، اینا خارج شدن. این بچه ها، این بچه ها ایران نوی رو دارن میسازن. ایران الان اونی که بعضی هم تو خارج هم فکر میکنن نیست، یک ایرانی هست با چهار تا شپش و ملا که میبینه میشه اونجا، یک ایران هست، ایران اهورایی، و به زودی اون شوکت و عظمت جهانی خودش رو به دست میاره با تمدن 1700 سالش. دشمن رو به پا یه خودش انداخته، همچنان که در تخت جمشید دیدید، همچنان که امپراتور به پای شاه ایران انداختیم، زانو زد و دستش را بوسید، دست امپراتور رو. تازیان بسیاری وقتی به ایران حمله کرد، در تاریخ برید بخونید، بچه ها روی زمین هم کار کنید، اینا رو نشون بدید. وقتی که به ایران حمله شد، خالد بن ولید، یه اول برنامه بازار صابر عزیزم، استاد بازار صابر میگه، شما نمیدونم فهمیدین یا نه، میگه تو خراسان از کلام نار درست کردن. بعد وقتا وقتی میای اسم بچت میذاری غلام علی مندسن حسین عبدالله، بعدم سید اولاد پیغمبر. بیچاره بدبخت بازار صابر تاجیکستانی عزیزم میگه، همین سروده از خون سیاووشیم به من پیشکش کرد اون سالها، گفت من سردبیر مجله معارف بودم، دین، دینداری رو تبلیغ میکردم، اوستا تحول، دگرگونی، اینایی که تو گفتی من رفتم اول فکر میکردم درست نیست، بعد رفتم قرآن وا کردم، دیدم. یادم میاد از آقای جاهدی عزیزم، جاهدی عزیز درود دارم بهش، خودش خانمش در استانبول هست، رستوران داشت به نام پرسپولیس، نمیدونم داره هنوز. یک چندین سال پیش بود ما رفتیم استانبول، گفتم خب حالا هر روز بریم یک رستوران این غذا بخوریم. رفتم وارد رستوران جاهدی شدم که نمیدونستم صاحبش کیه، فقط میدونستم دادم پرسپولیس هم هست اون منطقه چیز، و بریم یک چروکب بخوریم، با بچه های خانواده بودیم. وارد شدم و روزی بود که برنامه من تموم شده بود، تا یعنی نوار گذاشتن تموم شده بود و من خودم هم نشد مثلا میام، چون اسم بود. آقا رفتیم
زیر زمین بود. رفتیم از زیر زمین پایین و منم عینک و کلا سرم و با بچه ها ولی خوب چیزی رفتیم نشستیم اونجا و دیدیم یه آقا صاحب اونجا به قرآن گنده ای وا کرده و چند نفرم دورش همینجور حلقه زدن و میگه اینا اینه داشت ما گفت این یارو سیاوش عوستا این آیه ای که گفت اینا این راست گفت نگاه آیه رو خوب گفتم اسم من آوردی آیه قرآن دیدم آره همون در خلاصه این کمی گذشت و اینا همونجور نشست نمیاد یه زیر ارده ما رو بگیره دلن درس بده آقای جاهدی. خلاصه حالا استاد بازار صابر نیز میگفت کار من سردبیر مجله معارف بودم و دین و خدا و قرآن و پیغمبر اینا و بعد دیدم آقای اینا که تو نوشتی درسته با قرآن مراجعه کردم ترجمه کردم اینا علت بدبختی ما این بوده 1400 زبان عربی بلد نبودیم که بفهمیم ببینیم قرآن میگه به زن چجور برخورد کن چشتزار توست اون فلان این فلان جنگا رو تا بزن نمیدونستیم اینا رو که کسای دیگه هم نمیومده این به ما بگن. خب تحول به وجود میاد دیگه تحول به وجود میاد که میشه افتخار جهان آریایی استاد بازار صابر و امام علی رحمان خودش دعوتش میکنه حال بهش میرسه. خب عزیزای من شما ها که دنیا رو متحول کردید با فکرهای اوستایی آریایی ایرانی خودتون اون ننه باباتون هم کاراشون بکنید که آخوندار دیگه جلو پلاس چرا جمع کنن برن بابا هنوز که هنوز باز ماره میزونه فردا میخواییم برین عیا بگین سینه بزنین به جایی که از پور لگام بهمن جادویه تجلیل کنید میخواییم برید علی گفت فزتو برب الکعبه فزتو برب الکعبه. خب بابا خودش گفته که به خدای کعبه هم سوگند خورده که فزتو شده برنده شده موفق شده پیروز شده خوشبخت شده با شمشیری که خورده. شما چی میخوان از جونی ملت آریایی ایرانی 19 ماه رمضان نیست فردا بخواییم به نوروزشون رو 13 بدرشون رو همه رو خراب کنید تو فلان. بابا خودش گفت فوز تو به رب الکعبه زنده باد بهمن جادوی عجب شمشیری زدی دمت گرم. شما چی میخواین بابا بزرگ تو بوده ننه بزرگای شما بودن به من و این دخترای آریایی چه اید ما رو خراب بکنین زندگی ما رو خراب بکنین تاریخ ما رو خراب بکنید پیروزان کجاست بهمن جادویی کجاست دفن شدن گنبد بارگاه درست میکنید گنبد بارگاه این خمینی همین دیروز نفرین بر شما نفرین بر شما این همین دیروز شروع کرد عمرای ارتشی که میهن میخواستن پاسداری کنن در جنگی که صدام حسین آفرید عقاب‌های آسمان دریانوردان قواسان اینا رو اعدام کرد که کسی نباشه با صدام به جنگه. بعد همونایی که موندن اومدن سپاه ساختن نیرو ساختن این سپاهیان رو اونا تعلیم دادن اونا آموزش دادن یادگاران شاه. همین خمینی که اینقدر قتل انجام داده فلی آدم کشته بعد وقتا براش این منار اینا رو میسازین و همونجا تماشا میکنین خر در خرور میرین اونجا بعد تو به خدا چقدر ما نفرین شده ایم تلسم نفرین نوروز است امروز زود باش روزتو نو کن روزتو نو کن عزیزم روزتو نو کن مهر من مهر تابان من بعد وقتا چقدر زرتشته ایران زحمت کشیدن به هر چیزی متوسل شدن که نگه دارن برای شما آتش زرتشت رو شعله ور نگه دارن و هر خرافه اسلامی هم که بود تن دادن که طور نگه دارن بدبخت باز بینم انتقاد بکنید که آقا اینا گفتن اونجا این اینا گفتن این هیچ آینی احکامی فقهی سیاوش اوستا به شما میگه هیچ فقهی نیست جز خرد در آیین اوستا و زرتشت فقط خرد حاکم است. عزیزان من در ایران که نمیتونن اینا رو بگن که قتل هم کردن میکنن اونا هر چی دلشون خواست میگن تقریه میکنن مثل یهودی اینا بمونه
مثل بهایی ها رو من اومدم گفتم آقا نگید دین بهاییت، بگید آیین بهاییت. توی پدر سوختان نظرن شما رو بکشن بی خود بی جهت. از 30 سال پیش که دیگه میگیم آیین بهاییت، اذیت میکنن، مزاحم میشن، بچه رو از مدرسه میگیرن، تو راه میکشن فلان. ولی شما ها که آریایی هستید، پست دارید، منصب دارید، باید برید اینا رو آزاد کنید، نفس میکشید، شجاعت داشته باشید. مثل اون بچه هاشمی رفسنجانی، مثل فائزه، شجاعت داشته باشید. اونی که بهش فوش میدید دشمنتونه. ولی آقا علنا اومد از بهایی‌ها دفاع کرد. خردمندان آریایی هستن در اون سرزمین، شما باید دفاع کنید. وقتی این گنبد برگا میسازیم برای خمینی، بیچارا 1 میلیون نفر رو کشت در جنگ ایران، ایران عراق بدتر بیشتر، چه قتل عامایی کرد، چه نوروز است، نوروز است، دل خون است، از دست تو دل خون است، جز به شادی نکشید، سال بسیار خوبی داشته باشید. داریم به کوری چشم دشمنان سال 1762 سالی خواهد بود که برترین سال تاریخ آریایی خواهید دید. امیر شجره، سپاسگزارم عزیزم، شاد باش، بهت میگم نوروز رو به تو خانوادت، به همه مهمانیان در سر و سر جا. خوشگل شهر امشب عروسی داره، تو قلب شازده دوماد قصر بلوری داره، دوماد شکاری کردی، عجب شکاری کردی، به این عروس نازه چه افتخاری کردی. دوماد باری کلا داری، عروس ای بلا داری، عروس توی دل دوماد جای بالا بالا داری. دوماد حلقه را دستش کن، کلو بند گردنش کن، دوماد عاشقونه امشب به بوسه و بغلش کن. تموم خوبا بابا خوبشو بردی، یک تک جواهر تو زندگی دو بردی، هر روز مثل دیوونه دنبالش میگشتی، یک عروس میخواستی اونم به دست دو بردی، اونی که میخواستی حالا پیدا کردی، قفل دلش رو با دلت وا کردی، اونی که میخواستی حالا پیدا کردی، قفل دلش رو با دلت وا کردی. دوماد باری کلا داری، عروس ای والا داری، عروس توی دل دوما جای والا والا داری. دوماد حلقه رو دستش کن، گلو بند گردنش کن، دوماد عاشقونه امشب به بوس و بغلش کن.